سلام دوستان وقتتون به خیر باشه این روزها فیلم ها و تصاویر مختلفی رو برای شما آماده کردم فیلم و تصاویر که بخشش موجب انبساط خاطر خواهد شد میخوایم بریم با هم ببینیم بررسی کنیم ببینیم که تو اپوزیسیون ایران چه خبره این قهرمان هایی که دور هم جمع شدن این دشمن شکن های خیلی خفن همشون مستقلن همه سرویس ها اومدن از این استفاده کردن گفتن دور شو دور شو. سمت ما نیا عربستان خواسته بهشون پول گفتن دور شو از ما فاصله بگیریم میخوام ببینیم این قهرمان ها الان داستانشون چه چی شکلی چیا میگن و چه نکاتی دارن دوستان چند تا ویدیو براتون دارم بخشی از ویدیو آرشیوی تازه الان روش شده مخاطبا دارم پیرامون صحبت میکنم و کاربرهای شبکه اجتماعی بخشیش مربوط به روسای اخیره و اما احساس میکنم که نکاتی داره اولیش مربوط هست به رزای پهلوی مسابقه که اخیرا انجام داد با شبکه خودش شبکه منو و اونجا نکاتی رو گفت که بخشش سازمان منافقینی ها رو آتی سریع بیانیه صادر کردن یک بیانیه که هرچند چند پاسخ بود به رضای پهلوی یه دعوای بین خودشون من سرنزه نوید داشته ولی من ترجیح نمیش بگیم بیانیه نجس یک بیانیه نجس که بخشش واقعا تحواور بود حالا تو بخشش اومده و به این گیر داده و که آقا برو تو بس بابات درست کنو بابوزه تو درست کنو پولای مردم رو بردو بیارو حالا اینا روش میشه بحث کرد ولی ما بقیه این بیانیه رو که شما بررسی میکردی یک بیانیه بود سراسر نجس بجد ارزبنده این هست که انقدر این ماجرا مورد توجه قرار گرفت انقدر این ویدیو و مصاحبه به صلاح مورد توجه قرار که همچنان تیر و ترکش های داره در بخش از این مصاحبه رضای پهلوی حرفایی رو مطرح میکنه که کاربرهای فازام به شدت بهش واکنش هایی رو داشتند. میخوایم بریم این حرفا رو بشنویم برگرد نکاتی دارم که خدمت شما عرض کرد من بتونم برم با یک سری شخصیت سیاسی دیدار بکنم و همراه دیگرانی که در این کار با هم 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 همکار هستیم برای ارائه دادن یک برنامه یا یک پروژه یا هر چیزی که ازشون انتظار داریم خب اولین سوالشون ازش هستش که شما به نمایندگی چی اینجا حضور پیدا کرد؟ خیلی خب بخش از این صحبت ها دیدیم. حالا میخوام بریم از صحبت مجری که آمده او داره پاسخ میده توضیح میده به صلاح خود این فرد اونم میخوایم با هم دیگه بینیم تو بخش اولش میگه که ما میخوایم بریم صحبت کنیم با یه سری ها از اون میپرسن شما از طرف کی هستی نمانده کی داشت با ایرانی که بخوای صحبت کنی که میدونه نمانده کی هستی این وریا میگن آقا اپوزیسیون وطن فروش اون وریا میگن مثلا شاهزاده است و نوی نمیدونم نمی نمی کی کی فقید و این حرفا میزنن پس ایرانی ها که میشناسنت مثبت یا منفی میشناسنت درسته غیر ایرانی ها با کی میخوای صحبت کنی که باید بهش توضیح بدی که نماینده کسی هستی یه سال بزی یه جوری که سوالا بپرسم چیزی قراره کسی به تو بده که تو اونجا باید اثبات بکنی نماینده کسی هستی که اون بفهمه تو یه عقبه ای داری و یه مجموعه هواداری داری و ارزش داره رو, رو سرمایه گذاره بکنه و بعد اون پولو بهت بد بده همچین داستانی مگه به حرف خیلی حرف عجیب بود زدا خب تو ایران که ما میدونیم آقا من میخوام برم با ایران با همکارانم هم این ور بشینم من کی هستم خب بله اونا میدونن یه پاسخی دارن. بعضی ها البته همینم هم مسئله کردن گفته که این آدم چه اخیش کرد و گفته بودن پول تا کجا میاد گفته من مامانم میگیرم هر فیلمش هستا من خودم نمیگم بعد گفته خب تو تو این سن بیزینسی ای چیزی نداری این سوالا میپرسن این شکلی جواب میدی به نظرت مثلا زشت نیست باید یه پاسخی داشته باشی براش دیگه من با این بحث کار ندارم اینا رو خودتون احتمالاً درجش هست. اصل حرف من اینه کجا قراره بری که اونجا باید توضیح بدی که تو نماینده یه سری مگه قرار چیزی داده بشه که تو باید اثبات بکنی نماینده کسی هستی که بفهمن ارزش داره رو سرمایه‌گذاری بکنن اینا یه وقتایی میشینن صحبت بکنن استراز بکنن دو سه تا پاس گل مشتی میدن افشای اطلاعات میکنن بدون اینکه خودشون بخوان همه چیز سابلو میشه بخشش همین داستان بود که اینجا شاهرش بودیم حالا اون کسی که در مقابل نشسته سعی میکنه این پاسخ بده ببینیم پاسخ اون فرد چیه بر میگه نکات یعنی که اسم که, پدر ببین یه این که اسم شما رو فریاد میزنن بچه که جونشون رو از دست دادن تصاویر شما پدرتون پدر در اینستاگرام شما بود فردا به یه نکته گفت اینجا این نکته خیلی مهمه گفت به نمایندگی کسانی که اسم شما رو فریاد میزنن اولش این چی گفت من برم کی معرفی کنم گفت بگو که من نماینده کسی هستم که اسمو فریاد میزنم در ادامه یه حمله خیلی تند کرد به سازمان منافقین ها در ادامه این مسابقه که من هفته پیش برای شما پخش کردم نکته متوجه شون چیه اون حمله تند میدونید به خاطر چی بود حمله کرد به سازمان منافقینی ها و این پاسخی که این داد متوجه شون این چی بود نکتهش این بالا میشه میره تو نشسته مختلف میشینه میگن شما کی هستی میگه من پسر محمد رضا پهلوی هم پادشاه سابق ایران بابا هم اونجا پادشاه بوده حالا بیا اتفاقی تو دوره اونها افتاده تاریخ قضاوت میکنه حالا میخوام با این حکومت مثلا تقابل داشته باشم برای اونا سال اول اینه با شما به پول میدیم امکانات میدیم بازی کن ولی تو مشروعیت داری اگه مشروعیت داری پس 57 چرا پدر شما رفت اونا براشون سوال دیگه اصلا فارغ از اینکه پاسخ شما به این سال چی باشه اونا این سال براشون پیش چرا بابای شما رفت حالا باید, باید پاسخ بده این چه جوری پاسخ میده اونو که نمیتونه حلش بکنه تو آسان؟ میاد میگه که ببین اصلا اون ولشون 57 تو گذشته آدم سیر نکنه بهتره امروز ملاک حال فعلیه امروز تو خیابونا نه کن همه دارن میگن مثلا با بزرگ من اسمش صدا میزنم میگن رضا شاه فلان دیدی پس هم مشروعیت دارن چی داره بازی اینو خراب میکنه و اینو عصبی میکنه این داره بازیشو خراب میکنه که سازو و منافقینیا دارن که شعار جا میندازن بین هواداران خودشون که اجازه شعارشو یه خورده مرور بکنم الان از ذهنم تو رفته که نه شاه میخوایم نه شیخ میخوایم نمیدونم چی چی نمیدونم چی چی همچین شعاریه خب این وقتی که میره تو جمع اونا میشینه اونا میگن که آقا شما نمیگی که مردم تو ایران شما رو صدا میزنن این شعار میگه که شیخ نمیخوایم شاه هم نمیخوایم وقتی شاه و شیخ نمیخوایم شیخ که اینا از شاه خوش شما دیگه شما رو مردم دارن میگن مردم شما رو نمیخوایم. این چیزی هست که اونو عصبی کرده و اینجا خطاب اون فرد گفت ما وقتی میریم به ما میگن تو کی هستی تو کی بیزینس چیه شغل اصلا چیکار داری کنی خب من اونجا باید یه توضیح بدم دیگه من میگم من شاهزادم شغلم اینه که من شاهزادم هوادارانی دارم پول بدین خب اون نگاه میکنم میگه که چیز دیگه ای دارن میگن علت این که تو این مصبه عصبی شد به شدت از منافق نوزت همین بود که دیگه نتونست جمع کنه داستانو و اساسی رف زیر خم اینا حرفش زد حالا این فرد چه پاسخی داره بهش میده پاسخ رو اجازه بدید با هم ببینیم بعد نکاتی دارم که خدمت شما هست شما رو فریاد میزنن بچه‌ای که جونش رو از دست دادن تصاویر شما پدرتون پدر بزرگتون در اینستاگرام شما فردا این منظورش از کسانی که تصاویرشون تصاویر شما و پدر بزرگتون توی صفاتشون بوده منظورش محمد حسینی هست که توی کرج یک فاجعه رو رقم زد و یک نفر رو زشکش کرد درباره محمد حسینی این بحث الان مطرحه خیلی دوست ندارن که این عمومی مطرح بشه ولی من عمومی با شما در میذارم که اصلا محمد حسینی به لحاظه عقبه یه کاری که انجام داده یک انسانی که تصمیم گرفته بیاد وسط میدان اعتراضی بکنه بعد یه دفعه جوگیر شده این کاری کرده نبوده بخشی از شبکه ای است که من اگر بخوام برای شما توضیح بدم باید بگم شبکه انجمن پادشاهی ایران آقا درسته یا تهمت به این آدمه یا برای خراب کردنشه یا برای اینی که بگم وصل بوده باید بریم جلوتر مشخص بشه یکی از دلایلی که من خیلی روی مسئله نمیستم همینه مرور زمان اینا رو برام میکنه که چون تو صفحات شما چیزایی در روی سلطن طلب و گفته اینا رو میگن یا نه واقعا چیزی بوده به جد این اشارش به همونه دیگه میگه حسینی که اونجا اومد زد آدم کشه و گفت یه خورده چاقوم فرو کردم تو تنشو بعدم طرف و کشمی من روی زمین و اون ماشینی که رولا عجمیان روش رو افتاد ماشین سفید بود قشن کامل خونی شده بود و اینو رو اینا میذارن مثلا قهرمان هایی که آمدن اعتراض 16 نفر یه نفر رو تک گیر آوردن مورد ضرورت قرار دادن برای تک تک منو شما میتونه اتفاق بیفته اون 16 تایی که علیه منو شما همچی کاری بکنه آدم با وجود هن. یا مش بزلن یا مش بیشرفن با هر تفکری باشن هر نگاهی باشن قریب گیر آوردن دیگه آقا این چیز خیلی واضحیه حالا من حرفم اینه میگم دمت گرم اصلا خوب داری راهنماییش میکنی آقا تو نماینده اینایی هستی چقدرم بد داره معرفیش میکنه یعنی این نماینده حسینی یکی اون کارا رو که اگه فیلمش قابل پخش نیست میپذیرم تو نماینده اینایی هستی که عکس تو اومدن توی پیجشون گذاشتن و برای تو مثلا اومدن داد و فریاد زدن اعتراض با این منطق الان ابوبکر بغدادی چجوری میخواد تعریف بکنی اونم نماینده کسانی که توی صفحش مثلا نماد داعش رو گذاشتن فلان کردم این بهش اعتباری میده یعنی الان برای شخصیتی میاره یا نه ما بخوایم معرفیش بکنیم باید بریم چیزهای دیگری رو پیرامونش بررسی بکنیم تو سطحیاتی گیر کردن متاسفانه چون مخاطب انقدر درگیر مسائل سطحی شده و انقدر با پاسخهای دم دستی پیش پا افتاده بدون منطق قانع میشه اینا دیگه با همین بدیهیات سعی میکنن ماجرا رو یه مالی روش بکشن و جمعش بکنن و بره بریم ادامه ی ویدیو رو با هم ببینیم من در ادامه دوست دارم که بذارید قبل از اینکه ویدیو ببینیم میخوایم یک عکس رو با هم بررسی بکنیم بعدش برمیگردیم نکات یارم که خدمت شما عرض هم کرد من اگه میبینید که یه جاهای سری از برنامه میگذرم میرم روی برنامه بعدی چون میترسم تایم کم بیاریم عکسی منتشر شده از محسن سازگارا این گوساله مثلا یکی دیگه از اون دارای اعتباراشونه گذشته این آدم گذشته قابل تعمل یا خیلی گذشته قابل تعمل و حیرت آور تو ماجرای انفجار نخواست از کارهای که اینجا کردن در خیلی بحثه در خیلی بحثه لاجوردی بعد از اینکه این داستان تموم شد مسئولیت رو تحویل داد دهه هفتاد میخواست پرونده اینا رو رو بکنه یه پرونده حدود 60 صفحه یه سری اسم توش بود سعید عجاریان بوده این بوده با اسم دیگه به این که اینکه خانواده‌اش میگفتن که اومد ما رو جمع کرد گفتش که بچا بیاید بشینید میخوام این پرونده رو احیا بکنم درباره انفجار دفتر نخست وزیری فکر می‌کنم دختر ایشون بوده میگه هر چی اسم توی این سندی بود که بابام آورده بود دیدیم تو ایران مسئولن همشون گفت دیدیم همشون مسئولیت دارن که اون انفجار دفتر نخصوصی رقم خورد و رجایی به رحمت خدا رفت بعدنشو داره میگه میگه اومدیم دیدیم که اینا همشون یه مسئولیتی چیزی دارن حالا داستان کجاست یه هفته بعد از اینکه لاجوردی تصمیم میگیره اونو رو بکنه به شهادت میرسه ترور میشه اصل حرف من اینجا هست بعد از اینکه لاجوردی ترور شد کوشیدند که در افکار عمومی بی بشه خیلی میگن یک بخشی از حجمه هایی که به لاجوردی میکنن به خاطر اینه که اگر یکی رفت داشته های ثبت شده لاجوردی رو رو کرد گفت 60 صفحه نوشته اسم اینا توشه این اسناد تاریخ ایرانه همه برگردم میگن که کدوم لاجوردی همینی که اینا رو در میگن این بس بس مفصلیه نمیخوام روش وایسم ولی یکی از اسمای اونجا مطرح میشه موسی سازگاره که خیلی هم شیطنت های میکنه تو اون داستان بعد از اینکه این انفجار رخ میده که حالا اینجا جاش نیست بس هم اینه موسی جون من داشتم موچتو نگاه میکردم این چیه بسی دست پرچم کجای آقا سفید و قرمز و سبز عجب یاد رفته اپوزیسیون بلغارستان شده یا رفته اپوزیسیون عمان شده ببین اصلا گزین دیگر نمیتونه باشه این یعنی احتمال نشسته به خودش صحبت کرده گفتی که آقا جمهوری اسلامی که نشد که هر کاری میکنیم نمیشه چهل سالی داریم زور میزنیم نمیشه چیکار بکنه آ بذار من یه حرکتی میزنم این حرفای من که اعتراضیه یعنی ترجمهش بکنن علی هر حکومتی اعتراضیه بس این دستبند و دستبند بلغارستان ببندم یا دستبند مثلا عمان ببندم شبیه پرچم اینا حرفا رو بزنم ببینم اگر استقبال شد در فاز اون کشور رو بریم بهش اپوزیسیون اونا درسته جور دیگری حماقت اینو که نمیشه به سر خون تلاش آقای محترم در قول دوربین نشستی میخوای در مورد ایران صحبت بکنی حداقل پرچمشو بفهم پرچم ایران هم یادتون رفته هویت خودتون هم یادتون رفته وطن هم یادتون رفته بله واقعیت این است که اینا همشو فراموش کرده. از جمله عکسایی هست که این روزها به شدت مرتجه کاربرهای شبکه شما قرار گرفته در کنار این عکس ها فیلمی همین روزها خیلی مورد بحثه دوست دارم فیلم رو ببینیم بر میگرد نکات یا خدمت شما اصلا کرد دوست اجازه من صدا رو قطع کنم به خاطر اینکه این فیلمی که دارم برای شما پخش میکنم ممکن است آهنگ شبه کپی رای داشته باشه بله ببینیم همه ایستادن در حضرت الله نماز بخوانند یک مسجدیه مسجد کجا ا همون مسجدی که تو تیرانا ساختن مسجد گورای که منافقینه بعد یه چیزی اینا همه لباساشون یه رنگ مریم رجبی چه لباسش فرق داره چون تفاوت با بقیه چیه ما همه قرار هست یکی باشیم دیگه درسته اون خانوما لباساشون یه رنگ تو لباسش که رنگ دیگه است حالا اگه مثلا تو مردا هم یکی بود اون لباسش یه رنگ دیگه بود مثلا میگفتیم مریم و اون آقای مثلا زن و شوهرن لباسشون فرق داره با بقیه خاصن متمایز باشن تو فرقه که زن و شوهر بودن میدونیم الحمدلله یه مدت ممنوع بوده الانشو خبر ندارم حالا این دوتا چون زن و شوهرها خواستیم مثلا مشخص بشه ها ولی تو مردا کسی لباسش با بقیه فرق نداره ها تو قرار بود مثل بقیه باشی تو قرار بود یکی باشی از جمع چی چرا رنگ لباسش چرا فرق داره حالا با این بس کار ندارم ادامش رو ببینیم بعد نکات هم که خدمت شما عرض کرد بله اینجا ایستادن دارن اقامه نماز میکنن و اجازه این ویدیو رو بخش اولش رو دوباره بیارم برای شما بله دوستان اگر در مسئله اقامه نماز و نوع خواندن نماز افراد دقت کرده باشین اون احساسی که الان از این فیلم ها بهتون دست میده این هست که اینا خیلی وقت این حرکت ها رو انجام ندادن و با این حرکت ها غریبه هستن حالا نکته کجا یه جای من دیدم که اینها قنوت گرفتن دارن دعا میکنن یعنی احتمالا مثلا توی اون قنوت داره میگه که خدای روح صدام رو شاد کن و خدایا به اصطلاح خودمون بن سلمان رو برای ما حفظ بفرما درسته هر چه چیزایی دیگه تو اشرف که بودن درباره صدام که احتمالا اینا رو میگفتن دیگه دعا برای خمینی و خامنه ای که نمیکردن که احتمالا اون موقع تو عراق زمانی که لشکر فارس زبانه صدام بودن دعاشون این بود که الان اون محفظ قائدنا سیدنا مولانا مثلا صدام همچین چیزی میگفتن الان چی میگن الان همینا رو میگن خدای حفظ کن فرمانده ما رو بن سلمان رو برای ما حفظ کن وطن فروشا چیز دیگری در قنوتشون میتونن بگن چیز دیگری در قنوت اینها نمیتونه وجود داشته باشه و اینها جماعتی هستن که هر کجای تاریخ ایران بخوان دوباره ای به قدرت برسن بیان سرکار کار قرار بگیرن فعالیت بکنن سوال اصلی اینجا است که اگر شما با سیستم در ایران اومدی به دعوا خوردی به اختلاف خوردی میخوای چیکار بکنی راهکار مریم رجوی و مسعود رجوی و این کسانی که اینجا هستن دوباره اینه که هر روز یک گوشه یک کشور بمب بذارن کشور رو منفجر کنن بعد همزمان برن یه صدام پیدا کنن باش وحدت بکنن همکاری بکنن علیه ایران خب اینا بد پس دادن این کسانی هستن که خانه رو این هم از جمله ویدیوهایی است که این روزا به شدت مورد توجه قرار گرفته فیلم دیگری هست دوست دارم این فیلم با هم دیگه ببینیم من البته تاریخ دقیق فیلم رو نمیدونم ولی مربوط هست به تجمعاتی که برگزار شده عکس برخی از کشته ها رو داریم درش میبینیم عکس آرتین رو ببخشید عکس کیان پیرفلک رو اون خانم اونجا گرفته دستش کیان پیرفلک کودکی که مشخص شد و خیلی واضح و علنی شد که یک عده در ایزه از آشوبگرها اونو کشن اینا عکس اونو گرفتن دستشون حالا یه نفری زیر اون داره شعر میخونه ببینیم این شعر رو خیلی خوب بخشش رو دیدیم این احتمالا اون موقع که حامل زمان اینو میخونده با خوش گفته چه قشنگ داره میخونه چقدر مشی منم بخونم باش بعد دوره فکر میکردم گفته که خب من بلاازه ایدئولوژی که به این نمیخونم که پس من نمیخونم باش باز دوره حامل زمانی پسش گفته عجب چیز مشی داره میخونه باز دوره میشه صفه میکردم گفت خب به ما که نمیخوره که به من منو سننن عقده ای شده هی عقده ای شده به خوش گفته که پس ما چیکار کنیم نگر نگردشه شعر حامد زمانی رو نگردشه اینجا شعر حامد زمانی رو خوندی دقیقا شعر حامد چرا انقدر بد خوندی لعنتی تو که همه چیه کپی کردی حداقل خوب میخوندی بعد قسمت آخر شعر دقت کردی من بذار قسمت آخر یه باری براتون پخش کنم بر اینا. میگه این ور تمام کافرا یعنی داشت الان پذیرفتی که همه اینا که در مقابل جمهوری اسلام کافرن اینا بعضی هاشون دین دارن خدا پیغمبر سرشون میشه تو همه رو الان کافر خطاب کردی درسته یا من دارم اشتباه میکنم بعد یه چیز دیگه تو پذیرفتی که اینور همه هستن اونور جمهوری اسلامی تک جلو همه ایستاده و دهن همه رو کرده تو الان پاس گل بهش دادی که کپی کردی بعد خوندی بعد اشتباه هم سازی کردی توی شعر شاهکاره اصلا این چیزی که بعد از البته این بازم هر جور حساب میکنم به پای اون چیز نمیرسه به پای اون هم چی چی کنه چی چی کنه باید برقصه و اینا بود میخونن در ما داریم میریم فرانسه و اینا این اون خیلی شاهکار بود هنوز مونده که مثلا مادر فلک بزاید شاعری یا مثلا خواننده‌ای که یه چیزی بخواد ارائه بده که اونو بخوابونه کلشو این بخشی از چیزهایی هست که این روستا داریم میبینیم بخشی از داستان‌هایی که به شدت همه ای ما رو سرگرم کرده وظیفه خودم می‌دونستم که با شما, ای شما که در میون بذارم اگه شما احساس که نکته‌ای هست در قالب پیام برام بفرستید کمک کنید که گزارش با توضیحات شما کامل‌تر بشه و بتوانیم خیلی ویژه‌تر مسائل مربوط به این سیرک خیلی خاص که این روزها همه ما رو سرگرم کرده رو با هم بررسی بکنیم خیلی مخلصم خیلی اردت دارم وقتتون بخیر